سلام، چطورید بچه ها؟ من علی اگزوام و خوش اومدید به یک ویدیو دیگه از کانال زیبای خودتون. امروز اومدم بچه دهکان برتر سیزن جدید رو بهتون معرفی کنم و امیدوارم که این ویدیو به دردتون بخوره و توی مولتی پلیر بتونید از این گان ها و اتچمنت ها استفاده بکنید. اول لوداد بچه ها برای گان دیل جو. نظر من راجع به این سیزن به شدت افتضاح هست در این سیزن و اصلا عجیب غریب بود. اولین باره که من همچین چیزی میبینم توی سیزن جدید و به نظر من اسنایپ کلن یه بد شده بچه، ولی با این حال اسنایپ ما میچیم. گانه بعدی بچه آدن یا اودنه که من خیلی قبولش دارم توی سیزن جدیدم، استفادهش کردم، به نظرم خوب میومد. اتچمنتی هم که بهتون میدم بچه خوبه، بچینید و امیدوارم چه به دلتون بشینه. چند وقت بود بچه من ویدیو نداشتم، یه تقریبا دو روزی هست نداشتم. خیلی کارا ریخته رو سرم بچه، برای آموزشگاه موسیقی بهتون گفتم دیگه صبح تا شب درگیر کارای اونم. دیگه سعی کنید که اگر هم میخواید بیاید منو ببینید تو آموزشگاه ببینید. اونا که اصفهان هستن میتونن بیان توی آموزشگاه و ثبت نام بکنن کلاسا رو، هر سازی که دوست داشته باشید، و منم اونجا هستم. اینم از این گانه سوم بچه، گانه کیلو 141. به نظر من بچه تو هر سیزنی که این گان اومده بازم میتا بودی، یعنی من نمیدونم نرفش هم میکردن لامصب این گان کیلویی کیل میگرفت. من کلا بچه این جمله رو برای گانه کیلو 141 میذارم، کیلویی کیل بگیر، کیلو 141 همش کیل کیله. باحال اسمش. اینم از این گان. میتونید بچه ها به جای نو استوک RTC هم اندازید برای دقتش تو استوک. لودات چهارم شاتگان امو کریم یا KRM امو کریم من بهش میگم. بچه امو کریم رو من همیشه برمیدارم، من ندیدم تو هیچ لوداتی شاتگان نبوده باشه، همش هست، مخصوصا امو کریم که من بهش ارادت دارم. بالاخره سلطان نوک شاتگان بودیم قبلا، الان دیگه مثلا نمیدونم چرا این سیزن اینقدر بد شده، بازی نمیشه پلی داد. حالا یه خبر خوش بدیم بهتون بچه ها، وارزون موبایل چند روز دیگه میاد تمام. بهتون صفت و صدشو میگم، آموزش میذاریم، میریم ویدیو میگیریم و فصل جدیدی از زندگی شروع میکنیم دیگه. بابا تا کی کال آف موبایل خسته شدیم، به قول دیگه داغون شدیم که خداییش، من خودم هم میخوام ادامه بدم دیگه خسته شدم، اما ویدیو رو میذارم به عشق شما میذارم. یعنی چجوری بگم، واردون آخه خودش خفنه، اگه اینجوری چه بچه ها گفتم باشه فوق العاده خفنه. و بچه ها اطلاعاتی هم که ازش گرفتم در واقع رم 4-6 میخواد، کلن 4 دیگه حداقل 6-6 دیگه خوبشه. برای آیفون هم فکر کنم بچه نمیدونم، آیفون رو فکر کنم که دیگه رمش بالای 6 باید باشه دیگه، 8-12 اینا، دقیق اونا نمیدونم، ولی اندروید رو میدونم 4 آخریشه و 6 هم بالاترینش میشه. آخری منظورم پایینی بود، پایین ترین سطح. کلن اگر بخوام این دوتا رو مقایسه کنم، من هر دو رو پلی میدم، اصلا نمیشه گفت فقط وارز و موبایل. آقا هر چی فکر میکنه فقط قراره کال آف موبایل بذاریم، اصلا دیگه بیا من حرف نزن، دیگه واقعا از دستتون ناراحت میشم، به خاطر اینکه وارز و موبایل وارزونه دیگه، اونم بازی موبایل کالافه، خفنه و زیبا و جذاب، آقا آدم لذت میبره پلی بده. حالا بذارید بیاد، اگر اومد پلی میدیم تمام، که بحثی نداره. طرف میگه تعصبیه، میگه من فقط کال آف موبایل پلی میدم، فقط توپ تو بابا جمع کن خودتو، کال آف موبایل 2 سال 2 سال خورده ای داری پلی میدی، بذار یه بازی جدید امتحان کن، اگر خوب نبود میریم کال آف موبایل هم پلی میدیم. میگه حالا طرف فقط تعصب داره، نه من فقط کال آف موبایل، صبح تو شب فقط کال آف موبایل. بابا دیگه نمیشه اینجور آدما، بچه ضربه بدی میخورن تو زندگی. همیشه سعی کنید بودای مختلف امتحان کنید، چند بودی زندگی کنید. مثل اینه که تو داری مثلا یه رشته رو میخونی، داری میری ورزش، داری میری کلاس نقاشی، داری میری خوشنویسی، داری میری موسیقی، داری میری زبان، ربطی ندارن به هم و اینا همه در کنار هم یه پکیج کامل میشن. همونشو داره، من هم وارزون موبایل میذارم هم کال آف موبایل.
حالا دیگه چون پی سی رو حمایت نکردید، من پی سی نداشتم براتون دیگه، چون دیگه واقعا خسته شدم دیگه. من چقدر ویدیو خوب بذارم خداش دیگه؟ من فیس کم گذاشتم 500 نفر 400 نفر دیدید. خب دیگه به نظر من بچه این کم لطفی بود، منم نذاشتم. گفتم حالا دوست ندارید دیگه، گفتم اوکی فقط کال آف موبایل بازو موبایل میزنیم تمام دیگه. ما گفتیم یه چنل پی سی میزنیم، چنل پی سی هم یکی دو تا قبلا گذاشتم توش، حمایت نمی کنید دیگه. من چیکار کنم؟ من اصلا نمیام بگم چرا حمایت نکردی، چرا فلان نکرد. وقتی آقا حال نمیکنی منم نمیذارم، برای چی بیام یه انرژی بذارم که حمایت نشه؟ صد بار گفتم لایک این ویدیو رو بدی 20 برسون، نکردید آقا، نکردی دیگه. من نمیدونم باید چجوری بگم، من با خوبی گفتم، با قربون صدقه گفتم، فایده نداره دیگه. ببین من دو سال دارم ویدیو میذارم براتون، من دوستتون دارم ها، من ادامه میدم تو تهش هم باهاتون هستم، ولی اون افرادی که حمایت نمی کنن و فقط میان یه ویدیو میبینن و میرن، اونا دیگه اصلا به نظر من واقعا من دوست ندارم اینجوری باشه. وقتی من عشق میدم دوست دارم عشق دریافت کنم، نمیخوام تنهایی یه کار انجام بدم. اگه من وقت میذارم برای تو ویدیو میذارم، اگه من وقت میذارم که تو لذت ببری، تو هم یه لایک بزن ناموسن، یه لایک، یه کامنت انگلیسی علی اگزو، یه کامنت انگلیسی معنادار نمیذاری برای من دیگه. من نمیدونم اونایی هم که گذاشتن دمشون گرمه، واقعا پر انرژی بودن، دمشون گرم، دستشون رو میبوسن به خاطر اینکه من یعنی علی اگزو رو دو ساله دارید با هم کنار میاد و ویدیو ما میبینید. اون کسایی که تا آخرین لحظه دارن حمایت میکنن یه جایگاه ویژه‌ای تو قلب من دارن و مطمئنن به زودی یه قراری میذارم همه تون رو میبینم. اینم برای کسایی که حمایت میکنن. و اون دست از افرادی که هیت میکنن و ویدیو رو میبینن و لایک نمیکنن، بازم من دوستشون دارم، هیچ چیز نمیتونم بگم و امیدوارم که همیشه موفق باشید. من به عشق شما اینجام و تا آخرشم در کنار هم میمونیم. خانوادمون چی گفتم؟ 10,000 تایی شد، بریم برای پیسکایی و بالاتر. امیدمون از دست نمیدیم بچه، پرقدرت ادامه میدیم. اینم از تمام لوداتایی بود که دیدید. دیگه توضیح ندادم، فقط خواستم حرف دلمو بزنم و امیدوارم که این ویدیو هم به دردتون بخوره، توی سیزن جدید استفاده کنید، نتیجهش رو هم به من اعلام کنید توی کامنت ها. لایک این ویدیو دارم میگم، ارزم ندید، به 200 نرسه دیگه خیلی کم لطفی کردید. لایک رو برسید به 200، یه دونه کامنت علی اگزو یه قلب قرمز بذار فقط، علی اگزوش هم انگلیسی باشه. دمتون گرم، خیلی دوستتون دارم، پر انرژی باشید، فعلا خدا نگهدار.